هموطنان عزیز، درد واقعی که امروز در جامعه ما شما حاکم است، درد یک تیم روغن نیست، دردی که از یک نبود یک بجارت بگم نیست، درد است که جوانان ما شما به علت نبود یک خرج تحصیل، به علت نبود یک کوچکترین امکانات امروز دست از درس خواندن میکشند و حتی نبود یک روز کار در وطن، یک روز کار در جاغوری، اونا راهی اروپا میشن. جوانای ما تو ساختانده میشه، جوانای ما تو سالهای سال به عنوان یک مجرم در اردوگاه های ایران نگهداری میشه. هموطنان عزیز، در ادامه سبت برنامه گوی از سرک که مردم حیدر، جوانای حیدر، خیرین حیدر جور میکردن، خداحافظی کردیم، بازم سلام و درود. اینجا که لالای جان مسئول پروژه هست، قدرزی ککای، قدرزی لالای، یک اشاره داشتن که ما از اینجا سرک رچیم، ما خودیم که برداشت کردیم، خودیم که فهمیدم. لالای اینان شما واضح واضح بلده دوستا بگین و همتنا یک چیزی هاچیم نره که اینی موقعیت هست که شما بدون شک مو فهمینی کجا هست، یعنی راه سنگ ماشم ده که او طرف مستقیم قلدرو چی سوسنگ مره، این طرف طرف دیگه مسیر رای گینا انگوری گردنه یاد میشه، خب کاکا اینا کامرم خوب وایت میگره تصویر شما، اشاره کنین از کجا ده کجا مایه آقای سلیمی آجان، اینمی قل پور میشه، خب این قل پور شد این سرا گنی رقم زیاد میشه، اینمی سوها مایه مایه اینا اونمو سنگ کی شما ده تصویر خیلی کی شاید میبینین نه، آره این قل پور میشه کامل، خب یکی پور شد باز از اون مورد پایم تختن تختنده میشه، از اون یه گلایی یه دقیقه مایه تا که در سرگی عمومی کچنه، بخاطر که این منطقه خاک نداره، آو که مایه یه لرکن میشه خاک نیک مایه پور کنی، بعد بخاطر امزو یه تغییر میده که از اون جو باره که اون منطقه خاک داره و این سرگشی یک آواتر از دیگه مایه کاکا این مسیر گودن پور میشه نه اینجا ده یه رگو جویشه هم در نظر میگرین؟ پلچک میشه؟ جویشه پلچک نمیشه، فقط در چیز میشه همیشه لفت خو یک تغییرات خلاصه میدین که آو ما باید رد چون پشترش بسیار عالی. کاکا جان ما شما استاد چنیم اینجا دیگه بلده خیرین، بلده دوستا شما چی گفتنی دارین؟ بلده دوستا چی گفتنی دارین؟ تشکر از این دوستا، از برادرا، از قوما که این همکاری رو از ما در خلاصه تشکر اینمی منطقه گردینه یا خلاصه اینمی که تا تصویر دیدین اینمی را یک تغییرات میدی بخششی دیروز که بود ملای مطب و موی سفید و بیخی دوستا اینمی تصیب کرده از سایب شی همی از جمعه گردنه یا خلاصه رفته تلبسه رضایت چی گرفته باز کل دیگه اینمی تصیب کرده که اینمی نوله اینمی قول پوش نباد اونموت باره پس بال برده و سرک با شیله را از پوشتر شی یک تغییرات بیده که خلاصه او پس همی جنه دیگه یکی خوبه تشکر بلده خیرین چی گفته نداره کپای؟ ما بلده خیرینی که فقط خداوند واره از کل آفتها و بلاها به فنای خود حفظ کنه، تشکری میکشیم به خاطر کمک مونه و دستی مردمی به نیاز رنگی گرفتن و میگرن این کمک هایشی انشالله صد درابر درجه و حسن خداوند بخشیشی بیده. بسیار عالی. خداوند کل افغانستان توفیق بیده برای آبادی منطقه خو، برای کشور خو خدمت کنه و امید خمی که مسافرین ما از این رفتن در خارج عالی نظرش است که دمی منطقه ما کمک کنی کرای ما باشنه و مردمی که در اینجا رفت آمد داره در رفاه باشه و بسیار بسیار تشکری. بخیر باشیم، تشکر از شما. تشکر آقای سلیمی، سلام. بسیار تشکر از شما، تشکر از شما. بخیر باشیم، سلام. تشکر از کلیشیم، انشاءالله که خدا حافظیم. بسیار بسیار خوشم دیم، خدیدم دیم، شما دیدم که دینو. بسیار عزیز، تشکر از شما. ما به عنوان صحبت های اخیرم در این پروژه ولی شمایی تو گفته نیدارم با وقتش اگر ما و شما امروز یک ارزش در این جامعه خود خود، در این جاغوری خود خود، در این وطن خود ایجاد نکنیم، باور کنیم تا به خیر ما شما مهاجرت کنیم. اگر یک بچه وطن روزانه روز 400 افغانی یعنی 5 دلار از شما به اصطلاح نمین جگر درآمد داشته باشه، باور کو هیچ جوان ما تو در مسیر راه ایران آتش زده نخواهد شد. هیچ جوان ما تو داخل اردوگاه های ایران سالهای سال در اونجا با اعصاب خراب، با روان خراب، با روحی خراب، با تحقیر و توهین اونجا زندانی نخواهد شد.
جوانای ما شما در راه استرالیا، در راه های اروپا، داخل برف، داخل دریاها غرق نخواهد شد. باور کنین هموطنان عزیز، ما یک امیدواری بسیار بزرگی که امروز در جاغوری است اینمیه که شما خیرین یک پیسه، یک دانه پیپسی خود خورا، پیسه یک نظر و نیت خود خورا، پیسه وجهاد خود خورا، پیسه که امیت بلدی مردم خود نیاز میگرنین اما را روانن، با خدا قسم امروز یک از بزرگترین ارزشمندی هایی که در جاغوری ایجاد میشه، در منطقه ما و تو ایجاد میشه، اینمی پیسه های شما هستن. به خدا قسم در جاغوری، در جاغوری نه، در افغانستان هر نوع فقر بیداد منه. یک از دانشمندان مسائل افغانستان را، مسائل اجتماعیش بود چه رقم بود، یک تحقیقات میکرد، میگفت در افغانستان هر نوع فقر بیداد منه، هر رقمی که شرایط افغانستان را با یک کشور دیگه سر به سر میکرد، میگفت نه، افغانستان بازم شرایط بدتر از دیگه کشور است. در هر کشوری که بریم اگر بدبختی و فقر و بیچارگی را تحلیل کنیم، یک نوع فقر در اونجا نیست. یا مثلا اگر ده نوع فقر باشه، یک نوعش نیست. در افغانستان صدها نوع فقر در افغانستان ما و تو هست. پس دوستای عزیز، شمایی که برارا، خوارا، مادرها و پدرهایی که شما رفتین امروز، مایره ایج وقتی دعا نکردیم که شما پول اضافه داشته باشین یا سر سرک جمع کنین یا از شاخ درخت پیچه پیدا کنین، ولو با صد رقم بدبختی هم که شما یک دلار هم پیدا کنین، اینمی مردم بیچاره دست به جیب شما هست، در انتظار شما هست. و ایر هم ما مفهمیم که دولت ما و تو امروز در یک شرایط بسیار خطرناک قرار داره که دولت ما و تو ایج گناه همکاری هم نمیتونه در این قسمت ها. و سرک ساختن و مکتب ساختن، پول و پلچک ساختن هم وظیفه ملت نیست. و ما در انتظار ازی هستم شما با هر مشکلاتی که ولو یک دلار هم پیدا مونین، شما زمینه کار دارین. اما اینمی هموطنای ما و شما در اینجی به اصطلاح زمینه کار برش نیست. ما آرزو دارم کوکا جان بیا تو هم فکر کنم صحبت کنم، ما آرزو دارم شما اون از همو یک دلار خود، صد دلار خود که با هر نوع بدبختی و هر نوع وضعیت خرابی که همون پیسه را پیدا مونین، ما و اینمی مردم افغانستان در انتظار شما هستیم که همون یک دلار خود روان کنین. اما تنها چیز نگفتنم نه، این ویدیویی که طولانی شده ما این را در قسمت دوم برنامه که در مسیر حیدر آمدیم نشر مونیم. شما ویدیوی قبلی سرکه که در حیدر کارش جریان در خیرین اسپانسر شدن، ما بلده شما به اشتراک میگذارم، شما کوشش کنین، سیل کنین. هموطنان عزیز، درد واقعی که امروز در جامعه ما شما حاکم است، درد یک تیم روغن نیست، دردی که از یک نبود یک بجارت بگم نیست، دردی است که جوانای ما شما به علت نبود یک خرج تحصیل، به علت نبود یک کوچکترین امکانات امروز دست از درس خواندن میکشن، و حتی نبود یک روز کار در وطن، یک روز کار در جاغوری، اونا راهی اروپا میشن. جوانای ما تو ساختانده میشه، جوانای ما تو سالهای سال به عنوان یک مجرم در اردوگاه های ایران نگهداری میشه، آخرم با اعصاب خراب، با روحیه کوبیده در وطن نه که او زمان نه به درد خودش مخره و نه به درد جامعه. به وقتش که اهمیت خود یک بند را، یک سرک را، یک آبادی را در جاغوری ما بلده شما بیان کنم، او قصهش یک طرف ای که یک جوان ما تو، یک برادر، یک پدر ما تو روزانه از 400 افغانی تو، از 4 دلار تو مستفید میشه، این قصه یک مسئله بسیار مهمتر است که هیچ جوانی که من امروز مطمئن هستم در افغانستان روز 300 افغانی درآمد داشته باشه، با والله قسم اگر دنبال انتحار بره، با والله قسم اگر پلچک بپرانه، با والله قسم اگر رای کسی بگیره یا چاقو بزنه یا چی. ما امروز معذرت میخوایم، یا نمفهمم، هیچ معذرت خواهیم نباید کنیم از اینکه دردایی که در دل ما هست، دردایی که واقعا در جامعه ما شما حکم فرما هست، بلده شما گفتیم وقت شما را ضایع کردیم، معذرت میخوایم و سلامت باشین. خداحافظ.